بیماری روانی یه چیز واگیر داره. باور نداری این فیلمو نگاه. گلاسیا سلام، امروز میخوام فیلم دلاج یا اقامتگاه مسئول 2019 رو ببینیم که یکی از فیلم‌های خوب این چند سال اخیر هم شناخته میشه. فیلمی که میخواد در مورد بیماری‌های روانی و اینکه اونا انتقال پذیرن صحبت بکنه. بریم با هم ببینیمش. حواسن و ازبر کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. ما شروع فیلم زنی به اسم لورا رو میبینیم که جلوی خونه اسباب بازی بچه‌هاش نشسته. یه اسلحه هم روی زمینه. لورا و بچه‌هاش سوار ماشین میشن و به جایی میرن که همسر لورا یعنی پدر خانواده زندگی میکنه. این مرد که اسمش ریچارده بچه‌ها رو میفرسته که برن مغازه چیزی بخرن و به همسرش لورا میگه که دیگه باید جدا بشیم. الان خیلی وقت هم جدا زندگی میکنیم و من میخوام دوباره ازدواج کنم. یه لحظه هم لورا زنی میبینه که از در پشتی خونه داره خارج میشه. سکانس بعد لورا برگشته به خونه خودشون، روی سری کاغذ چیزی می سو یه رفی بدون هیچ حرفی اسلحه‌ای که رو زمین بود و برمی‌داره سمت دهنش میگیره و ماشه رو میچکونه. تو مراسم خاکسپاری این زنم حال بچه‌هاش یعنی ایدن و میا اصلا خوب نیستش. همه با هم گیر بادکنک که مشکی هم به یادگاری ازش به هوا میفرستن و میا عروسکی از مادرش هم می‌بنده بادکنک بالا نمیره و خیلی بیشتر ناراحت میشه. میگه چون این اتفاق افتاد یعنی مامانم دیگه نمیره بهش. شب هم موقع خواب میا هی داره گریه می‌کنه و پدرش ریچارد سعی می‌کنه آرومش کنه اما موفق نمیشه. در آخر هم پسر خانواده یعنی ایدن میاد خواهرش رو در آغوش میگیره و با هم میخوابن. میریم به 6 ماه بعد. میا و ایدن دیگه با پدرشون تو همون خونه ای که داشت زندگی میکنن و پدر خانواده بهشون میگه که یه برنامه ریختم که برای تعطیلات کریسمس بریم به یه خونه کوهستانی. دوست دخترم گریس هم میاد اونجا، میخوام با هم دیگه آشنا بشید چون قراره در آینده با هم ازدواج بکنیم. البته که ایدن اصلا از این پیشنهاد خوشش نمیاد و میگه تو عوضی اون مامان اونو ول کردی که بری با گریس، همین کار تو بود که اون بلا سرش آورد، تو باعث از بین رفتن مادرمونی. ساعتی بعدم که پدر میره بیرون، ایدن و میا یواشکی میرن با یه کامپیوترش. میفهمیم ریچارد پدر خانواده در اصل گزارشگره. توی کامپیوترش هم فایلی هست به اسم گریس، یعنی همین کسی که میخواد باهاش ازدواج بکنه و میفهمیم که این زن قربانی یه فرقه خیلی بزرگ بوده. فرقه که پدر گریس رو انداخته و در آخر هم کاری کرده که همه کسایی که عضوش بودن به شکل وحشتناکی جون خودشون رو بگیرن. البته که همه به غیر از گریس. گریس تنها کسی بوده که این کارو انجام نمیده و بعد اینکه با دوربینش کلی فیلم میگیره و مدرک جمع میکنه از اونجا فرار میکنه. وسط دیدن این مدارک که دفعه پدر سر میرسه. ایدن هم سری میپیچونه و میگه میخواستم برای مدرسه میا یه چیزی درست بکنم. بعد دوباره پدر در مورد سفر به یک کلبه کوهستان حرف میزنه و این بار ایدن و میا مجبور میشن که موافقت بکنن. روز بعدی سفرشون شروع میشه. اول جلوی در خونه گریس وای میشتن و وقتی که سوار میشه به بچه‌ها سلام میکنه اما اونا تو جوابش هم نمیدن. این هم میگم که گریس یه سگ داره و خیلی دوستش داره. بالاخره به کلبه میرسن، شام میخورن و وقتی بچه‌ها رفتن بخوابن، گریس و ریچارد سعی میکنن با هم دیگه یکم اشغال بکنن که البته صداش باعث ناراحتی بچه‌ها داره میشه. روز بعدی میرسه. همه با هم گرفتن تو حیات که یکم بازی کنن. گریس هم داره این خانواده رو پنجره نگاه میکنه و تصمیم میگیره همراهشون بشه. میره پایین و خب البته اسکیت بلد نیستش. پدر خانواده هم به بچه‌هاش میگه که برید کمک گریس رو بیاریدش که البته میا چیزی میبینه که خیلی عصبانیش میکنه. سر گریس داد میزنه که چرا کلاه قرمز مامانمو سرت کردی. اونم میگه که به خدا نمیدونستم برای اون و بهش پسش میده. میا یه عروسک هم دستش که دقیقاً شبیه مادرشه و همین کلاه قرمز هم سرش داره. داره با اون بازی میکنه که یه رفعه عروسک میوفه تو قسمتی از یخا که کنده شدن. میا میدوه طرفش که بگیرتش و یه لحظه نزدیک بیوفه تو همین چاله که این بار گریس میاد جلو و موفق میشه دختر رو عقب بکشه. بعدم خودش میره که عروسک رو بیاره و همین باعث میشه که بیفته توی آب. البته که ریچارد هم سر میره و نجاتش میده و سکانس بعد میبینیم که خودش رو خوش کرده و تو اتاقشه. یه دارو هم داره میخوره که ریچارد که میاد تو اتاق سری گریس رو پشت خودش قایم میکنه. ریچارد میگه که من باید چند روزی برم تو شهر، کار خیلی مهمی دارم و خودت باید از ایدن و میا مراقبت بکنی. بعدم یه اسلحه کنار میذاره و میگه اگه مشکلی پیش میاد یا کسی اومد اینجا میتونی از خودت دفاع بکنی باش. بعدم میرم بیرون که به گریس مثلا یاد بده چجوری شلیک کنه که میفهمه گریس کلی حرفه‌ای و اصلا نیازی به آموزش نداره. در آخرم خدافظی میکنن و ریچارد از اونجا میره. چند ساعت بعد گریس بچه‌ها رو صدا میکنه و میگه بیای تزیینات کریسمس رو آویزون کنیم که البته نه ایدن نه میا حوصله ندارن و میرن تو اتاقشون. گریس هم تنهایی این کارو انجام میده و بعد میره پیش میا که داره نقاشی میکشه. سعی میکنه باهاش صحبت بکنه و بحث سگی میشه که گریس داره. میا میگه من همیشه دارم میخواست سگ داشته باشم اما بابام نمیذاره و میا هم میگه که منم خانواده‌ام اصلا نمیذاشتن. وقتی که خودم زندگی جدیدیو شروع کردم این سگو گرفتم تا به نماد همون زندگی جدیدم باشه. یه لحظه هم متوجه یه علامت صلیبی میشه که کف دست این دختر هک کردنش و معلومه خیلی دردم داشته. یکم با هم صمیمی‌تر شدن و میا فیلمی که برای تولد پدرش ضبط کرده رو میذاره تا گریس
گریس ببینه. فیلمی که از تفریحات خانوادگیشون با مادرشه و خب خیلی گریس رو به هم می‌ریزه و از اتاق خارج میشه. کلا هر کاری که گریس میکنه باز همین شکاف بین خودش و میا و ایدن باقی میمونه و نمیتونه از بین ببرتش. حتی وقتی برای شام صداشون میکنه حاضر نمیشن سر میز بشینن. همینجاست که میبینیم گریس خیلی داره اعصابش داغون میشه، مخصوصا که یه نقاشی روی دیوار رو انگار بهش زل زده. در آخرم کلافه میشه و نقاشی رو میاره پایین. بعدا میره همون که دوش بگیره که یه دفعه روی آینه متوجه میشه که یه نفر نوشته مامان. همین لحظه هم از توی آینه پشت سرش ایدن رو میبینه که داره دید میزنتش. وقتی میره تو اتاق تا با ایدن صحبت کنه میبینه که خودش رو به خواب زده. گوشه دیگه اتاق هم متوجه یه عروسک دیگه شبیه مادر این بچه‌ها میشه که دورش هم کلی شمع روشن کردن. اینم باز انگاری به همش میریزه و شمع‌ها رو خاموش میکنه که روی دیوار هم یه صلیب آویزون شده میبینه. نگاه کردم به این صلیب رفیقمون یاد خاطرات بچگیش و اون فرقه وحشتناک میندازه و سکانس بعد چشماشو باز میکنه میبینه که توی اتاق خوابش برده بوده. عجبه که کنار تختش هم جعبه میبینه که کادوی کریسمس بچه‌ها همراه عروسک مورد علاقه میا داخلشن. میا همین لحظه در میزنه و میگه عروسک منو ندیدی و گریسم میگه که نه اصلا ندیدمش. شروع میکنن مثلا به گشتن خونه و نمیگه که تو اتاق خودش بوده. یکم تنش تو خونه به وجود اومده و ایدن و میا هم خیلی نسبت به گریس عصبانی تر شدن. گریسم بعد اینکه داروشو میخوره یه زنگ به ریچارد میزنه و میگه نگران نباش، همه چیز اوکی و تا هر وقت خواستی کارتو انجام بده. اصلا میگه چه اتفاقاتی افتاده. وقتی هم که برمیگره داخل دوباره بحث بین خودش و ایدن شکل میگیره. ولی خب گریس سعی میکنه توضیح بده که مجبوریم تو این مدت با هم دیگه کنار بیایم، پس بیا دعوامون رو کنار بذاریم. چپ شد و گریس پیشنهاد میده که با هم دیگه یه فیلمی ببینن و ایدن هم یه نوشیدنی برای گریس میاره و اونم با خوشحالی قبول میکنه و مینوشتش. یه بخاری هم توی خونه است که گریس خیلی رو مخش رفته و هی میگه نکنه گاز بگیرتمون رو به فنا بریم. البته که خودش به فیلم دیدن مشغول میکنه و در آخر هم خوابش میبره. وقتی چشماشو باز میکنه میبینه وسط برف ها دراز کشیده. یه دفعه از زیر آب میبینه که یه چیز داره حرکت میکنه و همون لحظه دستش کشیده میشه پایین. توی آب پدر خودش میبینه که داره اونو با خودش غرق میکنه. چشماشو باز میکنه و میفهمه این یه کابوس بوده و همچنان توی خونه کنار میا و ایدن خوابیده. با این تفاوتی انگاری همه چیز خونه تغییر کرده. گوشی خودش شارژش کاملا تموم شده. وقتی به اتاق خودش میره تمام لوازم حتی داروهاش هم ناپدید شدن. دکورایی که برای کریسمس آویزون کرده بود، تمام لوازم یخچال، بخاری که داشتن و کلا همه چیز انگاری جابجا شده و دیگه پیدا نمیشن. گریس با عصبانیت فکر میکنه که ایدن و میا این کارو باهاش کردن و بهشون میگه که من میرم تو اتاقم و وقتی برگشتم باید همه چیز سر جاشون باشه و الا من میدونم اون شما. البته که این اتفاق نمیفته و ایدن هی میگه به خدا ما هیچ کاری نکردیم، شاید خودت این کارو انجام دادی. تو چند شبه که همش نصف شب بیدار میشی، راه میری اینور اونور، نمیدونیم چی کار میکنی، قطعا تقصیر خودت بوده. شارژ گوشی ایدن و میا هم کاملا خاموش شده و وقتی به اتاقشون میرن لوازم اونا هم سر جاشون نیست. سگ مورد علاقه گریس هم اصلا پیدا نمیشه. بیرون خونه دنبال سگ میگردن که پیداش نمیکنن و ساعتی بعد گریس میاد توی خونه و شومینه رو روشن میکنه. ایدن هم برمیگرده و میگه من رفتم گشتم فهمیدم ژنراتور خونه از کار افتاده و در نتیجه اصلا برق نداریم که گوشیامون رو شارژ کنیم. یکم آرومتر شدن و سر میز غذا میشینن و ایدن یه رفعه میزنه زیر گریه، میگه دیشب داشتم یه کابوس میدیدم، توی کابوسم هممون به خاطر همون بخاری که توی اتاق بود خفه شدیم و جونمون رو از دست دادیم. گریس داره تو خونه قدم میزنه که متوجه تقویم میشه که داره 9 ژانویه رو نشون میده، یعنی چند روز از وقتی که اومده بودن اینجا گذشته و اصلا نفهمیدن. سر ایدن داد میزنه که تو کاری کردی، تو اینو تغییرش دادی و ایدن هم میگه به خدا اصلا رفت من نبوده. همین لحظه متوجه صدای میا اتاق دیگه میشه که داره با یه نفر حرف میزنه. میدو طرفش میگه تو گوشی شارژشو داری با بابا حرف میزنی و میا هم میزنه زیر گریه، میگه نه من فقط دلم براش تنگ شده بود داشتم ادای این کارو در میآوردم. بعدم که گوشیشو چک میکنه متوجه میشه واقعا خاموشه. ساعتی بعد گریس رفع حمامو داره دوش میگیره، دوباره جلوی آینه است که بخار بلند میشه و روی آینه کلمه شکل میگیره که نوشته توبه کن. میا هم سر میرسه و با داد و فریاد میگه که یه صدای از بیرون خونه شنیدم. با هم میرن دم پنجره و توی حیاط کلی علامت عجیب روی گنگ روی برفا شکل گرفت. طبقه بالا هم میگردن که یه رفع صدای از پایین خونه شنیده میشه، صدای مردی که هی داره میگه از گناهان توبه بکن. این جمله هی مدام تکرار میشه و میفهمیم که صدای پدر گریسه، مردی که سالها پیش اون فرقه وحشتناک رو انداخته بود. گریس حالا اسلحه‌ای که ریچارد براش گذاشته رو برمی‌داره و شروع به گشتن پایین خونه میکنه. البته که کسی رو پیدا نمی‌کنه. به اتاق میرسه و میبینه که یه نفر روی تخت خوابیده. وقتی پتولو کنار میزنه ایدن رو میبینه که روی دهنش چسب زده شده و روی اون نوشته گناه، همون چیزی که توی فرقه سالها پیش اتفاق افتاده بود. البته که میبینیم ایدن و میا با حالت کاملا عادی خوابیدن و وقتی از جاشون بلند میشن میبینن گریس بهشون زل زده. هرچی صداش میکنن جواب نمیده و مدام تکونش میدن تا در آخر یه دفعه به خودش میاره و میفهمه این یه رویا بوده. یه اصلا هم تو دستشه، خب حالا میفهمه که حالش اصلا خوب نیست و باید سری داروهاشو بخوره. برای همینم هم به بچه‌ها میگه مراقب خودتون باشید و با اینکه برف شدیدی بیرون میاد لباساشو میپوشه و میره تا بتونه از شهری دارو تهیه کنه. سردرگم به امید پیدا کردن شهری قدم میزنه و بعد مدتی به
به کلبه میرسه. البته که وقتی نزدیکش میشه پدر خودش رو داخل اون میبینه. با اینکه از دنیا رفته بود انگاری هنوز زنده است و برای همینم راهش رو تغییر میده. بعد مدت یه رد پای دیگه میبینه و دنبال اون راه میفته که باز خودش رو جلوی همون خونه قبلی و کلبهشون میبینه. انگار اینجا گیر افتاده و میزنه زیر گریه که روی زمین متوجه یه قاب عکس میشه. وقتی برش میداره عکس ایدن رو میاره میبینه که روش نوشته شده به یاد خاطره عزیز اونها. ایدن هم میاد اونو میبره داخل و گریس توضیح میده که چه عکسی داده دو انگار اینجا گیر افتادن. ایدن هم میگه منم متوجه این شدم. شاید واقعا همون شب گاز ما رو گرفته و جونمون رو از دست دادیم و الان اینجا برزخمون رو توش حبس شدیم. انگار گریس هم واقعا به این قضیه باور پیدا کرده و وقتی میفهمه حقیقته صلیب هایی که از دیوار برآورده بود دوباره سر جاشون میذاره. بلکه اینطوری بتونن یه جوری از برزخ به بهش برن. دوباره صدای توی خونه پخش میشه و گریس میشنوه که پدرش داره میگه روح خودتو به خدا تسلیم کن، اینطوری به رستگاری میرسی. همین لحظه هم میبینه که ایدن و میا یه رفیق چیزی دیدن و شروع به دعا و گریه میکنن. میره طرفشون و روزنامه رو میبینه که توش خبر دردناک از بین رفتن هر سه تاشون توی همون تاریخی که اونجا بودن نوشته شده. گریس که رد میده و عصبانی میشه سر ایدن و میا فریاد میزنه که خفه شید، این بازی ها رو بس کنید و به طرف دیگه میره. لحظه بعد صدای طبقات بالا میشنه و وقتی که میره اونجا یه رفیق میبینه که ایدن انگاری از سقف آویزونه، اما ایدن زنده است و رو به گریس میگه که من سعی کردم باز همه چیزو تموم کنم اما انگاری اتفاق نمیفته و اینجا واقعا برزخه، نمیتونیم بمیریم. ایدن و میا به اتاق خودشون طبقه بالا میرن و گریس تنهایی میاد پایین و دوباره نقاشی همون مریم مقدسی که داشت رو به دیوار آویزون میکنه. رو بهش دعا میکنه و میگه چرا این بلا داره سرم میاد، چرا همه جا منو تنها میذارن و مدام دارم آسیب میبینم. بعدم مثل دیوونه ها میاد بیرون و توی برف شروع به راه رفتن روی زانوهای خودش میکنه. همین لحظه به آروم میریم طبقه بالای بالا یعنی زیر شیروانی و میبینیم یه ضبط صوت اینجا قرار داره که صدای پدر داره از اون پخش میشه. ایدن و میا دارن پنجره یه ریس رو نگاه میکنن که یه رفعی جنازه سگ خودش رو در حالی که یخ زده پیدا میکنه و با گریه میاردش داخل. میدونن طبقه پایین و میا میگه تقصیر من بود، من درو باز گذاشتم، نمیدونستم میره بیرون و اونم کنارش گریه میکنه. بعد ایدن و میا با هم دیگه میرن داخل و یواشکی خودشون رو به زیر زمین خونه میرسونن. اینجا همه لوازمی که دزده شده بود از جمله داروهای گریس رو میبینیم. حالا متوجه میشیم که همه اینا یه بازیه که این دو خواهر برادر انجام دادن تا بتونن انتقام مادرشون رو از این سن بگیرن. البته که ایدن میگه دیگه زیادی پیش رفتیم، باید بهش اعتراف کنیم که همه چیز یه شوخی بوده. بسشه، به نظرم درس خودش رو گرفته. اما وقتی که میرن پایین رو میخوان بهش اعتراف کنن، گریس انگاری دیگه توی رویای غرق شده و اصلا نمیشنوه که چی بهش میگن. ایدن برمیگره داخل و سعی میکنه که ژنراتور رو روشن کنه و موفق نمیشه. از خواهرش میخواد که گوشیشو بده تا واقعا با پدرش تماس بگیرن، چون الکی گوشیشو خاموش کرده بودن که البته این دفعه واقعا شارژش تموم شده. تو خونه دنبال یه راه ارتباطی میگردن و موفق نمیشن. وقتی که برمیگردن به پذیرایی میبینن که گریس رفته جلوی شومینه، یه چوب سوخته رو زیر پاش گذاشته و با اینکه حرارت خیلی زیادی داره روی اون میشینه. این یکی از کارهایی است که همون سالها پیش توی فرقه انجام میدن و انگاری میخواد اینطوری گناهان خودش رو ببخشه. ایدن و میا که دیگه خیلی ترسیدن به آرومی میرن توی زیر شیروانی، در اتاق رو کاملا قفل میکنن و میمونن تا پدرشون بیاد از اینجا ببرتشون. یه لحظه هم میریم پیش ریچارد. به شهر و خونه خودشون برگشت و وقتی به اتاق بچه‌ها میره متوجه همون خونه اسباب بازی میشه. البته که به شکل ترسناکی شکل گرفته. حتی عروسک ایدن رو میبینه که از سقف آویزون شده. ترسیده و زنگ میزنه تا آمار خانواده‌اش رو اونجا بگیره که البته هیچکدوم گوششون جواب نمیده. برای همینم هم سری سوار میشه و به سمت کلبه جنگلیشون راه میفته. برمیگردیم همونجا و میاد دستشویش گرفته. برای همینم هم با آرومی اتاق زیر شیروانی میره تا دستشویی بکنه که البته گریس میبینتش. اسلحه ریچارد هم دستشه و دنبال اون میاد زیر شیروانی. هرچی اونا بهش میگن همه چیز الکی بود، دیگه گریس توی مخش نمیره. بهشون میگه که ما باید یه قربانی بکنیم. قربانی که باعث بشه خدا ما رو ببخشه و از این برزخ ببرتمون. بعد عروسک میا رو آتیش میزنه و در حالی که این دختر داره گریه میکنه میگه نگران نباش، بهم اعتماد کن، همه چیز درست میشه. ریچارد بالاخره به همینجا میرسه و به محض ورود جنازه سگ گریس رو میبینه که یخ زده. شروع به گشتن دنبال بچه‌هاشو گریس میکنه که میبینه از اتاق زیر شیروانی دارن میان، در حالی که گریس حالت وحشتناکی گرفته و بچه‌ها به شدت ترسیدن. گریس میاد سمت ریچارد و بهش میگه که دیگه هیچی مهم نیست، ما تو این برزخ گیر افتادیم و میدونم که همه اینا الکیه. هرچی ریچارد میگه اینطوری توهم نزن، اینا همش واقعی، گوش نمیده و یه دفعه اسلحه رو سمت این مرد میگیره و سمتش شلیک میکنه. ایدن و میا فریادی میکشن و کلیدهای ماشین پدر رو برمیدارن و سعی میکنن که فرار کنن، اما ماشین توی برف گیر افتاده. گریس به آرومی نزدیکشون میشه و اسلحه رو سمتشون میگیره و مجبورشون میکنه که برگردن داخل. سکانس آخر فیلم میبینیم که گریس، ایدن، میا و بدن بیجون ریچارد سر میز غذان. گریس شروع به خوندن دعایی و تشکر از خدا میکنه و مجبور میکنه که ایدن و میا هم همراهش این جمله ها رو به زبون بیارن. بعد به آرومی میره پشت سرشون و چسبی روی دهن هر کدوم قرار میده که روش نوشته گناه. اسلحه پر روی میز رو میبینیم، دوربین بیرون
آسمون خونه رو نشون میده، صدای شلیکی میاد و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همون اولم گفتم این فیلم میخواد در مورد بیماری های روانی، تراماها و انتقال پذیریشون صحبت بکنه. میخواد بگه که یک کسی مثل گریس توی بچگیش همچین آسیب هایی رو دید و توی فرقه وحشتناکی بود و از پدرش بدترین چیزها رو میشنیدش. این تا ابد توی مخش موند و اونو به کسی تبدیل کرد که مجبور بود از داروها برای آرامش روانی خودش استفاده بکنه. از اون طرف هم تراماهای مختلفی رو میدیدیم، مثلا بلایی که سر مادر خونه و توی همون لورا اومد، همون اول فیلم یه رفعه جون خودش رو گرفتش، یا اینکه پدره داشت چه کارهایی انجام میداد و هیچ توجهی به روحیه و روان بچه‌هاش نداشتش. در نهایت هم بدون اینکه هیچ فکری بکنه یه رفعه اونا رو با کسی تنها گذاشت که این مشکل روانی فوق العاده حاد داشته، فقط به خاطر اینکه می‌خواست به کارهای خودش برسه. هرچی که میگذشت گریس داشت مشکلات خودش رو انگاری به ایدن و میا انتقال میداد، در حالی که اونا هم ترامای خودشونو داشتن. مخاطر بلایی که سر مادرشون اومده بود پدر رو مقصر میدونستن و فقط می‌خواستن یه جوری انتقام بگیرن، به این فکر نمی‌کردن که چه نتیجه بدی میتونه داشته باشه. ولی به هر حال ما داریم آسیب‌های مختلفی می‌بینیم که به هر کسی رسیده و جمع‌بندی اینها اون سکانس آخر رو تشکیل میده، جایی که پشت میز نشسته بودن و یه اسلحه پر روی میز بود. واقعا هم همینطوره. شما اگه دور و برتون توی خانواده کسی باشه که یه مقدار بیماری روانی یا درگیری ذهنی داشته باشه، متوجه میشید که چقدر ممکنه به دیگران آسیب برسونه و اصلا خودش هم متوجه این نیست. اون آسیب‌هایی هم که میرسونه منجر به تروماهای متعدد دیگه میشه، یعنی پشت هم یه چرخه شکل میاد که نسل به نسل انتقال پیدا میکنه تا جایی که یه نفر بتونه جلوش رو بگیره. خلاصه که لاج یکی از فیلم‌های روانشناختی خوب این سال‌های اخیره و یه نواخت نیستش که اذیتتون بکنه. از همون دقایق اول شما تنش‌های مختلف رو می‌بینی و تا آخر میخکوب می‌مونی. بررسیمون تمومه. یه سری انتقاد کوچولو من بکنم به انتقادهایی که می‌کنن بعضیا. جدیداً یه سری دارن کامنت می‌ذارن، نمی‌دونم تو فلانی بیساری جواب کامنت نمیدی، تو اصلا کامنت‌ها رو نمی‌خونی، برام اهمیت قائل نیستی، پستی که می‌گیمو نمی‌ذاری. دوستان عزیز ببینید، من از نزدیک الان یک ساله که همه پست هایی که دارم میذارم از پیشنهادات خود شما هست. خیلی هاشو خودم ندیدم، میشینم تماشا میکنم و خلاصش رو مینویسم و براتون قرارشون میدم، به خاطر اینکه هم دارم لذت میبرم از این تعاملی که با هم دیگه داریم، از کمک هایی که میکنید، از اینکه شماها باعث میشید یه مقدار علم من بالاتر بره، بیشتر با سینما آشنا بشم، فیلم کشورهای مختلف رو ببینم، و از اون طرف هم سعی خودم رو میکنم که یه سری چیزهای مختلف رو به شماها انتقال بدم تا شما هم یه مقدار دیدگاهتون به فیلم بالاتر بره. یه چیز کاملا و من همه سعیمو دارم میکنم که بفهمید چقدر برام با ارزشید، چقدر دارید توی آینده کانال تاثیر میذارید و علاوه بر اون اصلا زندگی خودم داره تغییر میکنه وقتی با یه سری دیدگاه ها و فیلم های مختلف آشنا میشم. من تمام کامنت ها رو میخونم و شاید وقت نمیکنم جواب بدم. چند بار دیگه هم گفتم شما الان نبینید مثلا یه پست یه دفعه 200 تا کامنت میگیره، 100 تا کامنت میگیره، علاوه بر اون پست همزمان روزانه داره پست های دیگه هم براشون کامنت میاد. حرفم اینه که همتون برام عزیزید، همونطوری که از اول کانال توی ویدیوها هزار بار گفتم، من واقعا با کمک شما هست که تونستم کانال رو تا اینجا بیارم بالا. پس همتون برام واقعا با ارزشید و ببخشید اگر که بهتون یه وقتی حس میکنید بی احترامی شده. این اصلا بی احترامی نیست، یعنی قصد بر این نیستش حتی اگه برای چه شماها این باشه. من صرفا دارم سعی میکنم که به تمام سلیقه های کانال احترام بذارم. واقعا سخته که یه فیلمی رو قرار بدم که 11000 نفر همه بگن ایول خوب بودش. به هر حال من مجبورم که یه دونه رو برای 1000 تا بذارم، یه دونه برای 500 تا، یه دونه برای 1000 تا دیگه، و اینطوریه که کلا توی سینما آدما میتونن سبک‌های مختلف رو ببینن. ببخشید اینا رو گفتم، ولی دیگه بعضی از کامنت ها انقدر انرژی و حال آدمو میگیرن، اصلا گند میزنن تو روز آدم. و خب من کسی هم که برام نظر شماها مهمه حتی اگه بد باشه. پس امیدوارم اینو درک بکنید و کنار همدیگه بتونیم کانال رو بیشتر بالا ببریم. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.